به گزارش خبرگزاری فرانسه روز 24 اردیبهشت، حکومت آخوندی 8 تن از کارگرای اعتصابی پروژه های پارس جنوبی رو بازداشت کرده. حالا اعتصاب کارگرا اصلا از کی شروع شده و خواسته های این کارگرا چی بوده و در مقابل واکنش رژیم در برابر این کارگران اعتصابی چی بوده؟ همراه هستیم با آقای فرید معدومی. با سلام به شما آقای معدومی و ممنون از حضورتون در این برنامه. با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز ایران آزادی و درود میفرستم به تمامی کارگران زحمتکشی که برای احقاق حقوقشون دست به اعتصاب زدن. بله، در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم، خدمت از ما، درود بر شما. برای اینکه بینندگان هم در جریان پروسه اعتصاب کارگرا قرار بگیرن، خیلی خلاصه محبت کنید برای بینندگانمون توضیح بدین که اعتصاب کارگرا اصلا از کی شروع شده و خواستارشون چی بوده. بله، عرض کنم خدمت شما که هزاران کارگر پروژه‌ای توی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد از روز اول اردیبهشت 1402 دست به یک اعتصاب گسترده زدند، در حالی که هزاران تن از کارگران پیمانی شرکت‌های طرف قرارداد با دولت وارد این فراخوان شده و محل کار خودشون رو ترک کرده بودند، این اعتراض و اعتصاب گسترش پیدا کرد. کارگران به مصوبه دولت رئیسی جنایتکار برای افزایش 27% حداقل دستمزد معترضند. کارگران خواستار این هستند که حقوقشون 79% ارتقا پیدا بکنه و حقوق فعلی با مبلغ سبد معیشت یک خانواده در ایران خیلی فاصله داره، بخصوص اینکه یک تورم روزافزون هم هست که شما حتما در جریان هستین و روزانه شرایط رو بر زندگی کارگران و مردم ایران بخصوص اقشار زحمتکش سخت‌تر می‌کنه. بله، اضافه حقوق 79% و 20 روز کار و 10 روز استراحت یا به قول خودشون اجرایی کردن قانون 20-10 از خواسته های همین کارگرانه و برای رسیدن به این خواسته ها اعتصابشون همچنان ادامه داره و رو به گسترشه. من، البته رژیم تلاش کرده با ترفندهای مختلفی این اعتصاب رو نادیده بگیره و نسبت به خواسته های کارگران واکنشی نداشته باشه و اصلا مورد اهمیت قرار نده، اما واقعیت اینه که گسترش اعتصاب و پیوستن سایر کارگران از سایر بخش‌ها اعتصاب رو در همین نقطه فعلی به مداری رسونده که 113 کارگاه و شرکت صنعتی در 38 شهر که هزاران کارگر رو در بر می‌گیره در این اعتصاب شرکت دارن و اعتصاب بسیار گسترده است. بله، دولت رئیسی جنایتکار اولش تلاش کرد با ایجاد تفرقه و تهدید دست به اخراج کارگران بزنه و اعتصاب کارگران رو بشکونه. بله، و البته تا الان موفق به این کار نشده. بله، و این اعتصاب در همبستگی و اتحاد کامل داره به پیش میره و روز به روز گسترده تر هم میشه. بله، ممنون از توضیح شما. اما واکنش رژیم در برابر اعتصاب کارگرها تا الان چطور بوده؟ اصلا که رژیم، خب همطوری که گفتم، اولش میخواست بگه چنین اعتصابی نیست و چیزی صورت نگرفته، میخواست صورت مسئله رو پاک کنه، روشی که به طور معمول رژیم به کار میبره. اما به جای اینکه به خواسته کارگرا در این وضعیت افسار گسیخته تورم رسیدگی بکنه، واکنش‌های مختلفی داشت. خب جدایی از اینکه اولش توجه نکرد و اعتصاب رو میخواست بپوشونه، اقدام به تهدید و اخراج کارگران کرد، یا اینکه شروع کرد با سیاست‌های فریب و حیله‌گری و وعده‌وری و وعده وعید، گفت که مشکلاتتون رو حل می‌کنم و کارگرها، از کارگران خواست که به سر کارشون برگردن، به قول معروف با وعده درمانی می‌خواست مسئله رو حل کنه.
اما خب ماهیت رژیم از نظر کارگران شناخته شده است و قبول نکردن این کارو. سپس رژیم اومد چیکار کرد؟ اقدام به دستگیری کارگران کرد. در یک نمونه خبرگزاری فارس که وابسته به خود همین دستگاه سپاه پاسدارانه، از قول معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر حرف از بازداشت 8 لیدر اصلی اعتصابات کارگری در منطقه پارس جنوبی زده و مدعی شده که این افراد با تلاش سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شدند، در حالی که این یک لاف توخالیه، چون کارگران خوب شناخته شده هستن، محلهاشون هم شناخته شده است و افراد شناخته شده ای هم هستن که دارن از جانب اینها صحبت میکنن. میخوام این رو بگم، رژیم تا الان همه شیوه ها رو برای اینکه این اعتصاب رو به پایان برسونه امتحان کرده اما موفق نشده. آخرین حربش هم همین بحث دستگیری و بازداشت و البته اعترافات اجباریه. اگر اجازه بدین من چند واقعیت رو در مورد اعتصاب کارگران خدمت شما و بینندگان محترم ایران آزادی عرض بکنم. بله خواهش می‌کنم. عرض کنم که کارگرا علی رغم فقر و نیازمندیشون، چون اعظم این کارگرها کارگرهای قراردادی و پیمانی هستند، یعنی 2/3 کارگرهای شرکت نفت و پتروشیمی قراردادی و پیمانی هستند، علارغم تمامی نیازهاشون و علارغم فشار معیشتی که روشون هست، الان 26 روزه که در حال اعتصاب هستند و این خیلی قابل تقدیره. مسئله دومی که میخواستم اشاره کنم اینه که کارگرها به این حقیقت اشراف دارند که فقط با مقاومت و ایستادگیه که میتونن به حداقل حقوقشون برسن و هر نوع سازش و تسلیم و سرخم کردن فقط این تناب استثمار و بهره‌کشی رو گردنشون سفت‌تر میکنه. این حقیقت رو کارگرا با پوست و گوشت و استخون لمس کردن، به همین خاطر استوار روی خواسته هاشون موندن. مسئله سومی که میخواستم عرض کنم خدمت شما اینه که این رژیم علارغم در پیش گرفتن تمام شیوه ها، ولی نمیتونه با این شیوه ها چیزی رو تغییر بده. دستگیری کارگران به عنوان لیدر اعتصاب یه حربه کهنه است که کسی رو فریب نمیده. چون چرا اینو عرض میکنم؟ چون هر کارگری در فقر کودکان خودش، در گرسنگی همکارانش، در فشاری که روشون هست و در شرایط سخت کاری و به قول خودشون شرایط بردباری که دارن کار میکنن، رشته های خونرنگ استثمار رو میبینن و هر کارگر خودش یک لیدره. انگوش گذاشتن روی چند کارگر زحمتکش اساسا صورت مسئله رو تغییر نمیده. و میخوام بازم روی این نکته تأکید کنم، مقاومت و اعتصاب کارگران البته باید خودش رو در پیوند با اعتصاب سایر اقشار جامعه ببینه و همراه با قیام مردم برای آزادی و دموکراسی ایران پیوند بخوره، کما اینکه اینطور هم هست. مقاومت و زندان و شکنجه کارگران اینطوریه که با قیام پیوند میخوره و بله. یک سیل بنیانکن میشه که خشم ستم دیدگان روزگار سیاهی رو برای ظالمان حتما رقم میزنه. بله. این رو هم من تأکید کنم روش، اعتصاب کارگران خودش الگویی شده برای سایر اقشار. ما در همین هفته گذشته اعتصاب و تجمعات اعتراضی بازنشستگان اجتماعی رو داشتیم. بله. اعتصاب و اعتراضات بازنشستگان مخابرات رو داشتیم. پیشترش جنبش معلمان خیلی در صحنه بسیار درخشیدن. بله، معلمان بودن، پرستاران بودن در بسیاری از شهرها. بله، پرستاران بودن. اینها حلقاتی هستند که با هم دیگه در پیوندند و وجود این حلقات بیانگر شرایط جوشان جامعه و موقعیت انقلابیه و این رو به ما میگه که قیام ادامه داره و قیام با شکوه بیشتر پیش میتازه. بله.
من خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیارم گذاشتید. خواهش میکنم با تشکر از اینکه در برنامه ما شرکت کردین با ما همراه بودین.